بسم الله الرحمن الرحيم. قسمت دوم از فصل اول کتاب جیربنز در رابطه با شبیه‌سازی سیستم‌های کامپیوتری، شبیه‌سازی کامپیوتر. ما صحبت کردیم در رابطه تعریف سیستم، گفتیم یک سیستم یک گروهی از اشیاء هست که در راستای تحقق مقصود معین در چارچوب روابط وابستگی‌های متقابل به یکدیگر پیوستن و برآیند سیستم از مجموع برایند های تک تک اعضا بیشتر هستش. گفتیم سیستم ها میتونن باز باشن، سیستم های بسته میتونن باشن. سیستم های باز مثل آب و هوا، سیستم بسته مثلا موتور یک ماشین. در اتومات تعریف سیستم گفتم اگر عوامل بیرونی به طور جزئی سیستم رو تحت تاثیر قرار بدن، تعریف سیستم رو گسترش میدیم تا عوامل بیرونی در نظر بگیریم، یا عوامل بیرونی در نظر نمیگیریم، یا عوامل بیرونی به عنوان یک پارامتر سیستم، پارامتر بودی سیستم در نظر میگیریم. این خلاصه بود از درس جلسه قبلمون. تو این جلسه میخوایم که یه سری تعاریف دیگه رو در راستای همین شبیه‌سازی کامپیوتری مطرح بکنیم و مفاهیم اول رو یه مرور بکنیم. خب ببینیم سیستم از چه از میخوام ببینیم سیستم از چه اجزایی تشکیل شده. اولین جزش نهاد یا موجودیت هستش، بگیم انتیتی. انتیتی پدیده نهاد یا موجودیت میگن. میگیم عنصر مورد توجه در سیستم است، عناصر موقتی که در سیستم جاری شده و دارای دیمانسیون مشخص هستند. هر جزئی، هر قسمتی که وجود داشته باشه اصطلاحا نهاد یا موجودیت بهش میگیم. حتما باید یه دایمنشنی باید داشته باشه، باید باشه انتیتی. مشخصه خصیصه میگیم ویژگی هایی هستش که انتیتی ها ممکنه داشته باشن، صفاتی که هر انتیتی ممکنه داشته باشه. فعالیت اکتیویتی هم فعالیت بیانگر یک پرید زمانی با طول مشخص هستش که فعالیت هستش که یک انتیتی ممکنه انجام بده. همینجوری هر انتیتی یا هر چیزی میتونه یک استیت، یک وضعیتی رو داشته باشه. میگیم مجموع متغیرهای لازم برای توصیف سیستم در هر لحظه از زمان با توجه هدف مطالعه سیستم و معمولا با مقادیر عددی تخصصی به مشخصه موجودیت ها تعریف میشه و واقع یا پیشامد یا ایونت رویداد لحظه سی میتونه وضعیت سیستم رو اصطلاحا تغییر بده. پس این اجزای سیستم شد انتیتی، مشخصه خصیصه، اتریبیوتی که ممکنه داشته باشه، فعالیت هایی که ممکنه انجام بدن، وضعیت، استیت هایی که میتونه به خودشون بگیرن و پیشامت های واقعی میان که وضعیت سیستم رو اصطلاحا تغییر میده. خب چند تا سیستم اینجا تو این اسلاید مشاهده میکنید. مثل سیستم بانک، نهادش خب انتیتیش میتونه مشتری باشه. خصیصه هایی که اتریبیوتی که میتونه بگیره، مانده حساب جاریش میتونه باشه. مشتری چه فعالیتی میتونه انجام بده، کار سپرده گذاری انجام میده، چه پیش آمده یا ایونتی داره، ورود و یا تگ میتونه باشه. و متغیر حالت مثلا تعداد خدمنده های مشغول میتونه باشه، تعداد متغیر های منتظر توی بانک میتونه باشه. سیستم بعدی مثلا قطعه سری و سر، یکی از نهادها ببینید چند نهاد میتونه داشته باشه. مثلا یکی از نهادها مسافر، یه نهادی خود قطار میتونه باشه، یا مثلا رئیس قطار میتونه باشه، کارمندا باشه. خصیصاش مثلا مبدا و مقصد میتونه باشه. تخصیصا رو ما برای نهاد بیم در نظر میگیریم. فعالیت مثلا سفر، یه مسابقه سفر رو انجام میده. پیشامد ورود به ایستگاه، رسیدن به مقصد. متغیرش مثلا تعداد مسافران و منتظر در هر ایستگاه میتونیم در نظر بگیریم. تعداد مسافران در سفر میتونیم در نظر بگیریم. یه سیستم دیگه میتونه سیستم تولیدی باشه. خب نهادها ماشین‌هایی که توی این تولیدی اصطلاحاً کار می‌کنن. سرعت، ظرفیت، آهنگ از کارماندگی می‌تونیم در نظر بگیریم.
فعالیت ها مثلا جوشکاری، برش یا مثلا پیشامد از کارماندگی، وضعیت مشغول، مشغول بیکار، از کار افتاده، مثلا میتونه متغیرهای حالت باشه. ارتباطات میتونه خودش یه سیستم جداگانه باشه، پیام ها که توی ارتباطات زده میشه، نهادهامون هستن، خصیصه ها مثلا طول اون پیام ها رو در نظر بگیره، مقصد پیام ها رو در نظر بگیره، فعالیت مخابره کردن هستش، ورود به مقصد و میتونه از پیش آمده بشه و متغیر حالتشون تعداد پیام ها در انتظار مخابره. یه سیستم دیگه میتونه موجودی باشه، نهادهایی که وجود داشته باشه، انبار یا مثلا خصیص های ظرفیتی که وجود داره، فعالیتش خارج‌سازی کالا از انبار، پیش آمده تقاضا و متغیر حالتش ساعت موجود تقاضا میتونه باشه. خب مشخص های توصیف کننده موجودیت ها هستن، مشخص هایی که وجود داره، اتریبیوت ها توصیف یه جور صفت هم برای موجودیت ها. مقدار یک مشخص میتونه در طول زمان تغییر بکنه، مشخصه متغیر یا تغییر نکنه، مشخصه ثابت. معمولا بیشتر علاقه من به مدل کردن مشخصه های متغیر هستیم. مثال هایی که وجود داره، مثلا تعداد قطعات در خط مونتاژ میتونه یه مشخصه باشه، وضعیت یک ماشین، زمان تکمیل مونتاژ، اینکه مثلا یک دکتر مشغول است یا بیکار است. مثالی از مشخص ها اینا مشخص های متغیر بود. متغیر مشخص های ثابت مثلا مثل مسیر تولید یک محصول، مثلا یک قطار سریع سر مسافه که تیم کنه مشخصی هستش که همیشه ثابته، یا مثلا اگه یک فرد رو بخوام در نظر بگیریم کد میلش مشخصه ثابته، ولی مثلا میزان دارش یک مشخصه متغیر، یا مثلا توالی مواردی که میبست در طول توالی مواردی که میبست روی یک مریض یا نوع خاص درمان صورت بگیره میگیم یک مشخصه ثابت. خب موجودیت ها مثلا در یک مثلا یه مشخصه در خط مونتاژ رو هم در نظر بگیریم، موضوعیت مثلا کارگران مشخصه‌اش مثلا میتونه باشه وضعیت کاری صفر رو میدیم به بیکار، مثلا یک رو میدیم به مشغول، یا ایستگاه های کاری تخصیص یافته مثلا اعداد یک دو سه بهشون تخصیص میدیم. ماشین آلات مثلا میتونن به صورت وضعیت مثلا بیکار صفر باشه، مشغول یک، اینا ای و بی که مشخص کرده متغیره توی اسلاید قبلی، متغیر مشخصه متغیره ای مشخصه ثابت بی، مثلا وضعیت دو تا متغیر داره، بیکار و یک، برای ماشین آلود منتظر تعمیر دو سه تا شد دیر، تحت تعمیر سه، در حال راندازه چهار پنج تا شد، برای ماشین آلود پنج تا وضعیت میتونه داشته باشه. بعد مثلا عمر زمان عملیات رو که ثابته، ایستگاه های کاری تعداد قطعات منتظر در صف هر چند تا که الان باشه، محصولات مونتاژی میتونه موعد تحویل باشه برای متغیرش، برای ثابتش میتونه استقرار باشه. خب مبحث بعدی که وجود بحث مدل سازیه، میگه مدل سازی یک اقدام مهم در جهت ایجاد یک نمونه ساده شده از یک سیستم کامل با هدف پیش بینی معیارهای قابل اندازه عملکرد سیستم است. خب پس ما یک نمونه ساده، یک سمپل ساده از سیستم رو در نظر میگیریم. این که ساده میگیم یعنی که پارامترش خیلی شد در نظر نگیریم، پارامتر کمتر در نظر میگیریم و میایم اصطلاحا هم پردیکت میکنیم با هدف پیش بینی معیارها قابل اندازه گیری، میایم پردیکت میکنیم بعضی از معیارها رو اندازه گیری میکنیم ببینیم آیا این چیزی که ما مدل کردیم با اون پیش بینیمون میتونیم برسیم یا نه. ببینیم اصولا یک مدل به منظور گرفتن جنبه های رفتاری خاص از یک سیستم و کسب آگاهی و بینش از رفتار سیستم طراحی میشود. پس وقتی میگیم مدل سازی داریم انجام میدیم، میخوایم جنبه های رفتار خاص از یک سیستم و کسب آگاهی و بینش از رفتار سیستم میخوایم ببینیم، خود رفتار سیستم رو اصطلاحا چک بکنیم. مدل دقیقا همانند سیستم واقعی نیست، بلکه تنها شامل تعداد جنبه های اساسی و کلیدی سیستم برای هدف مطالعه سیستم تاثیرگذار است. ببینید
ما دوست داریم که سیستم واقعی رو طراحی بکنیم، ولی طراحی سیستم واقعی کار بسیار سختی هستش. ما بعضی از جنبه هایی که در نظر گرفتیم که برای اون مهم هستن رو میایم طراحی میکنیم. ببینیم مثلا اگه بخوایم یک انسان رو در نظر بگیریم، مثلا سیستم گردش و خونش رو میایم مدل سازی میکنیم، شاید با سیستم عصبی و چیزهای دیگه کاری باشون نداریم. میخوام همه موارد در نظر بگیریم، سیستم ما خیلی پیچیده خواهد شد و عملا چک کردن اون کار بسیار سختیه. از این رو مدل خلاصه یا سیستم مورد بررسی است. خب یه جور ابسترکشن داریم انجام میدیم، این خلاصه که داریم میگیم. فرایند ساخت مدل برای افراد متخصص و تصمیم گیرنده مختلف روش اصولی سریع و موثر فراهم میسازد تا بتواند قضاوت و ادراک خود را درباره موضوع متمرکز سازند. همچنین با معرفی چارچوب دقیق مدل را می توان به عنوان ابزار موثر در برقرار ارتباط به عنوان کمک در کار تفکر روی موضوع به کار برد. خب روش های مختلفی برای مدل سازی وجود داره. میگیم با یک مدل بسیار ساده همیشه ما شروع میکنیم، بعد مدلمون رو به صورت تدریجی و تکاملی گسترش میدیم. اینجوری نیست که اولش یه مدل خیلی پیچیده رو بیایم طراحی بکنیم. توی طبیعت هم همینجوریه، وقتی اتفاق خاصی میخواد بیفته اول یک مدل خیلی ساده ای رو طراحی میشه، بعد اون مدل ساده هی رفته رفته پیشرفت میکنه. میگیم شروع با مدل بسیار ساده است، تکمیل تدریجی مدل به منظور ایجاد مدل به منظور ایجاد مدلی مفید از یک فرایند دو مرحله ای استفاده میشود. یک چیه؟ تجزیه، یعنی ساده کردن سیستم از طریق حذف جزئیات یا از طریق پذیرش فرضهایی است که روابط حاکم بر عوامل را مهارپذیر می کند. عمل ساده کردن عموماً منجر به مواردی می شود، تبدیل متغیر به مقادیر ثابت، حذف یا ادغام متغیر در یکدیگر، فرض خطی بودن روابط و افزودن محدودیت های بیشتر. پس اول تجزیه می کنیم، بعد بریم سر وقت ترکیب. توی تجزیه می چکار می کنیم؟ از طریق حذف جزئیات یا از طریق پذیرش فرضهایی که مثلا فریز کردن متغیرها، میایم مثلا ها مدل رو مهار پذیر میکنیم، اون سیستم مهار میکنیم، از یه سیستم خیلی بزرگ به سیستم خیلی کوچیک میرسیم. عمل ساده کردن عموما منجر به این موارد میشه، تبدیل متغیرها به مقادیر ثابت، یعنی فریز کردن، یعنی سر متغیرها رو ثابت در نظر میگیریم، متغیر کمتر رو نگه میداریم، حذف اقدام ادغام متغیرات در یکدیگر، فرض خطی بودن روابط. ببینید سیستم های غیر خطی پیش بینیش خیلی کار سختیه. ما سعی میکنیم که مثلا میگیم سیستم باز ما پردیکتش مثلا یه سیستم خطی هستش و محدودیت ها تا جایی که داره انجام میدیم این میشه تجزیه. بعدش میام ترکیب میکنیم، یعنی سیستم رو که تو چند حالت مختلف تجزیه کردیم با متغیر مختلف در نظر گرفتیم، حالا این سعی میکنیم بگیم حالا اگه چند متغیر بیاد با هم در کنار هم بیاد چه خروجی به ما ممکنه ارائه بکنه. انواع مدل ها میتونه مدل فیزیکی باشه، مدل تحلیلی یا ریاضی باشه، یا مدل کامپیوتری یا شبیه‌سازی باشه. تو مدل فیزیکی میگیم یک شی فیزیکی ساده شده با مقیاس کوچک شده میباشه، مثلا مدل هواپیما، مثلا یه مدل ماکت، مثلا یه مجسمه‌ای رو، یه بیمارستان، یه هواپیما، مثلا فیزیکی ساده در نظر می‌گیریم. مدل تحلیلی یا ریاضی مجموعه از معادلات ارتباطات بین متغیرهای ریاضی هستن، مانند مجموعه از معادلات که توصیف کنند جریان کاری در خط تولید در کارخانه هستن. به صورت ریاضی میان اون مدل رو علاوه منطقی بررسی میکنم، یا به صورت آماری میان بررسی میکنم، مثل چیزی که تو تحقیق در عملیات وجود داره. و آخر مدل کامپیوتری یا مدل شبیه‌سازی که اون شکل سیستم رو به صورت کامپیوتری اصطلاحا طراحی میکنه. خب پس ما تا اینجا بحث مدل سازی رو هم به نوعی تعریف کردیم، اول سیستم رو تعریفش با هم بحث کردیم، بعد وارد فرآیند بحث مدل و انواع مدل هایی که ممکن هستش مانیم بحث کردیم. ببینید ما تو این درس بحث مدل سازی به صورت شبیه سازی میخوایم انجام بدیم، کاری با مدل فیزیکی نداره، قرار نیست ماکت درست بکنیم و قرار نیست کار تحقیق در عملیات انجام بدیم. بحث اصلی مطلب ما در رابطه با بحث شبیه سازی هستش و
اون سیستم واقعی به صورت شبیه‌سازی کامپیوتری طراحی خواهیم کرد. امیدوارم که مطالب این درس در این جلسه به دردتون خورده باشه.